درست در میانه این جنگ های خونین بین دو حکومت آشور و اورارتور در 3000 سال پیش، ایرانزو پیشوای کاردان قبایل مانایی قلمروی خود را گسترش داد و حکومت اقوام مانا را در جنوب دریاچه ارومیه بنیان گذاشت. حکومت آنها تا چند دهه در میان کشمکش‌ها و جنگ‌ها دوام آورد تا نهایتاً از میان برداشته شد. آشوری‌ها که سال‌ها مستعمره‌اش کرده بودند و مادها سرانجام آن را ضمیمه خود کردند. حالا آنچه از این حکومت به یادگار مانده خیره کننده است. نشان از مردمی هنرمند و صاحب فن، به خصوص آجرهای لعابدار منقوشی که اسماعیل یغمایی، باستانشناس پیشکسوت ایران، سال 1364 در اینجا از دل خاک بیرون آورد. در تپه قلایچی واقع در شمال شرق شهرستان بوکان در آذربایجان غربی، هنر آجرکاری در میان اقوام ایران باستان و بین النهرین سابقه دیرینه دارد، اما آجرهای مانایی نشان از هنر و صنعتی یگانه می دهند. وقتی کشف شدند، تلفیق رنگ‌ها و طرح دقیق نقوش روی این آجرها پژوهشگران را حیرت زده کرد. آجرهایی با طرح‌ها و رنگ‌های گوناگون که روزگاری دیوار بنایی را منقوش کرده بودند که حالا پس از 9 فصل کاوش در آن منطقه مجموعه ساختمانی از خاک بیرون آمده با دروازه ورودی، حیاط‌های سنگفرش، تالار ستوندار و تعدادی صفه در اطراف تالار که نشان می‌دهد اینجا برای مانایی‌ها اهمیت زیادی داشته. برخی پژوهشگران با وجود مکان‌های یافت شده دیگری از ماناها در زیویه، حسنلو و ربط، این احتمال را دادند که قلایچی همان شهر باستانی ایزیرتو یعنی پایتخت ماناها بوده، همان جایی که حدود 400 آجر لعابدارش آوازه جهان شد. آجرهایی با نقوش متنوع هندسی، گیاهی، حیوانی، اساطیری و انسانی که فرم‌ها و رنگ‌های بسیاری در طراحی‌شان به کار رفته و نشان از خلاقیت هنرمندان آن دوره دارد. مثلا رنگ قرمز متمایل به قهوه‌ای در تن این بز کوهی که در کنار پس زمینه‌ای زرد و آبی قرار گرفته تا چشم بیننده به جانور خیره شود. هنرمند نقوش را تنها با گذاشتن رنگ‌ها به وجود نیاورده. به خطهای سیاهی که نقش را ترسیم کرده نگاه کنید، در نهایت ظرافت و دقت است. ماناها امروز حکومت کمتر شناخته شده ای هستند که آنچه از آنها می دانیم محصول کاوش هایی است که انجام گرفته. پیش از این کاوش ها بسیاری از آجرهای ارزشمند قلایچی در اوایل دهه 60 به سرقت رفت و معماری نیایشگاه آنها هم بر اثر کندوکاوهای غیرقانونی آسیب دید. اما هنوز هم میتوان با انجام مطالعات و کاوشهای فراگیرتر باستانشناسی دانسته های خود را از این حکومت باستانی بیشتر کنیم.